روز اول، از روز اول که محمد میاد سوره روم میگه که ایران پیروز شد بر نو، روم شکست میخوره، نابود میشه. ایرانی ها وزارت اطلاعاتشون موقع میفهمه، شاه ایران نیروهای نظامی تشکیلاتی میفهمن که این داره خودش آماده میکنه برای حمله به ایران، یعنی باید نابودش کنیم. برای همینه که حضرت محمد، ما داریم محمد رضا شاه اعلی حضرت، اینا بهش ریشون میگن حضرت محمد، حضرت محمد کشته میشه توسط ایرانی ها. این بایدتون صد بار گفتم، دوباره میگم که بدونید شجاعت غیرت اینجاست، نه که سر مردم ببرید دختراتونو و ایوان بن قتل ادومون تازیه هست. غیرت اینجاست. نیروهای ایران خیلی قوی بوده، میدونید که یمن تحت تصرف ایران بوده، خود مکه تحت تصرف ایران بود مدت ها، اصلا کعبه‌ای که الان هست، بارها گفتم، من 40 سال پیش من گفتم در کتاب آیین اوستا نوشتم که کعبه بیت الزحل به عربی گفتن، به فارسی میشه خانه کیوان، آتشگاه ایرانی بوده، آتشگاه ایرانی، بیت الزحل خانه کیوانی، آتشگاه ایرانی بوده، آتشگاه ایرانی، بعد نمیگم بتخونه و بعد میشه کعبه اینا محمد. حالا چیزی نداشتن، همه جا ایران نفوذ داشت، مثل الان که ایران زمان شاه، الان هم همینجور، الان هم ایران همه جا نفوذ داره، نفوذ داشته، نیرو میفرستن و اونجا یک کسی رو از افراد خودشون، از کسایی که با ایران کار میکرده، خانمیه، اینا تو تاریخ نوشتن یهودی، چون میخوان علیه یهودی ها بکنن، این حالا یهودی ها منکان داره باشه، برای ایران کار میکرده، این یک گوسفند دیده کباب میکنه، میگه من آقای محمد دشمن قربان، یک میدونم کجای گوسفند هم دوست داری، بیجا خواهدش میکنه، بیره میخوره، مسموم بوده میفته میمیره. و خودش میگه که خود پیامبر اسلام میگه که این خانم من رو کشت، باید من مسموم کرد. بعد از این خلفای اسلامی که میان، یکی یکیشون توسط ایرانی ها کشته میشن. بعد بعدن که مصرم تو قضیه است، از مصری ها کمک میگیرن در کشتن عثمان، اگه هم ایرانی بود. حالا از اون که بگید این دارم بهتون میگم، امیدوار بشید، ناامید نشید، فکر نکنید در اینجور شده دیگه تموم شده رفت. من دیروز شعرهای نسیم شمال میخوندم که ما زمان مشروطیته، میدونم بابا نسیم شمال هم داره همین وضع الان میگه، چین و روسیه اگه ما رو وطن بردن و انگلیس و اینا، اونم همونجور همین داشت، ما میگفت اون شهرمون رفت، این شهرمون رفت، همیشه جو بوده، ولی همیشه سلحشورانی بودن که پاشدن ایران آزاد کردن. خب بعد از این که خلفا رو هم میکشن، ایرانی کار بزرگ میکنن، تا حالا نفهمیدین، با اینکه گفتم نمیگیرین. آقا حسن که میره صلح میکنه، دختر زن تو قراردادشه با معاویه، زن پول امنیت و اینکه مثلا بچهش بدن نشه ما یزید، اینا رو میگیره و ساکت میشه. صلح امام مثلا که حسین فوشش میده، دعواش میشه، خودش یه سنی نمیگن، میگه حسین دعوا شد فوش داد، گفت چرا وزیرتی یعنی خو... اما چی پس خلاص. بعد این مدتی جریان امام حسین که صد رقمش شنیده، این رقمش جدیده، گوش کنید، بارها گفتم ولی جدیده، سه بار تا توی 40 سال گفتم، ولی الان دیگه چون زمین بیشتر مصادره میخوام بگم، ایرانی ها حسین رو گور میذارن، میکشن اونجا میکشنش، از مدینه میارنش نینوا که بشه شبهدش کربلا، سرزمین ایرانی، عراق یعنی عراق، ایرانک یعنی ایران کوچک، بخش خراسان بوده، چیسفون ما اونجا بوده، بغداد شهر ایرانیست، نینوا نام ایرانیست، انبار نام ایرانیست، سرزمین ما بوده. ایرانی ها براش دو سه تا نامه می نویسن، رئیس قبیله میگن خور یک عالمه نامه آمد، الان یک عالمه نامه برای کسی نمیره، کیسه کیسه نامه آمد، چرت پرته. دو سه تا رئیس قبیله های آریای ایرانی که مثل که الان تو خوزستان قبیله ها هستن، ولی آریای ایرانی هن، لباس عربی هم میپوشن چون راحت ترن، اونا میزن سرشون چون گرد و غباره. من خودم رفته بودم مصر، اینو گذاشته بودم رو سر وقتی رفتم بهرام مصر رو ابو سنبول اینا رو ببینم، چون مجبور بود بذاری بعدم قشنگ لباس بازه، اون لباس و اینا وزدش نیستیم، مدین متوجه باشید. یارو میگه آقا خط عربی زبان عربی خره، اینکه زبان عربی یکی از بزرگترین زیباترین زبان های دنیاست،
مردم همه نازنین هم مردم جهان. او تفکر احمق که آدم بهت میگه روز پدر امروز تولد حضرت علیست، تازه ماه شب همیشه میرقصه، یعنی ثابت نیست، فیکس نیست، چون میرقصه اونا رو باید درست کنی، فکرت رو درست کنی، اسمت غلام علی، محمد علی، حسین علی، فلان، عبد فلان، نه اینا رو درست کنی، ذهنیت رو درست کنی، ایت سیده دنبال شما میفتی، دستش باش میکنی، فلان میکنی، از ما تحتش میکنی، اونا رو درست کنی. آقا عربی ها حرف میزنی، تو که مخالف عربی چرا